درود به شما عزیزان جان، در خدمت شما هستیم با یک بسته تحلیلی خبری کوتاه در این ساعت. در ابتدا همراه میشیم با آقای واحدی با برنامه‌ای با عنوان عاقبت حقابه ایران از طالبان. در بخش دوم دو ویدیو داریم، یکی از تیراندازی یکی از عوامل نظام به مردم در خوزستان و دیگری حضور فعال اصولگرا در ونکوور کانادا. و در پایان خواهیم پرداخت به بازرسی پلیس آلمان از دفاتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ به اتهام ارتباط با تروریسم. با ما همراه باشید. در این برنامه آقای واحدی به مسئله حقابه ایران از طالبان می‌پردازه. ایشون درباره رفتارهای تحقیرآمیزی که طالبان با مقامات جمهوری اسلامی داشته و دارن صحبت میکنه و به ریشه اصلی این اختلافات بین جمهوری اسلامی و طالبان میپردازه و با اسنادی که خود جمهوری اسلامی در مصاحبه ها و گزارش هایی که داده اثبات میکنه که جمهوری اسلامی از ترس جنگ با طالبان نمیتونه حقشو از افغانستان بگیره. شما رو دعوت میکنیم به دیدن این برنامه جنجالی. قدیم های ضرب المثل مانندی بود، گفتن که گفتی قبول کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی مطمئن شدم که دروغ میگی. این مسئله حقابه ایران از هیرمندم دقیقا مطابق همین شده. حتما یادتون میاد که در اواخر اردیبهشت، یعنی 6 ماه قبل، رئیسی یک مصاحبه با تلویزیون داشت، خبرنگار همین آکل سادات ذبیح‌پور بود و رئیسی مثلا خیلی اختار شهید اللحن به طالبان داد. مطلب ما رو عادی تلقی نکنم، بسیار جدی بگیرم. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن. حق معتقدن که یا برخی به ما خلال میدن که سد آب اونچنان نداره یا بخشی از این سد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره در نبودن آب که ما بحثی نداریم. اما اگر آب وجود داره، این حق مردم باید به بنده رو بسیار جدی بگیرن. بعد از اخطار رئیسی اعلام شد که یک هیئتی از طرف جمهوری اسلامی رفته اونجا و بهشون اجازه بازدید کامل ندادن. از بعضی مناطق اجازه بازدید دارن، اما از بخش‌های بالادستی و پایین دستی سد اجازه بازدید درستابی ندادن، سدی که طالبان روی رود هیرمند بسته. ولی خب حالا بحث ادامه داشت، تصاویری منتشر شد، تصاویر فضایی و ماهواره‌ای منتشر شد که نشون میده از سال گذشته تا امسال، تا این مدتی که حقابه ایران رهاسازی نشده، زمین‌های زیاد اونجا زیر کشت رفته و منطقه کاملا سرسبز شده و طبق خبرهایی هم که منتشر شد، بخش عمده از زمین‌ها هم زیر کشت خشخاش رفته یا بعضی دیگه از مواد مخدر. ولی خب حالا جمهوری اسلامی نشون داد که فقط هارت و پورت میکنه. نهایتاً بعد از اینکه معاون وزیر نیرو اعلام کرد که ما رفتیم اونجا و ما اجازه بازدید ندادن، خود وزیر نیرو که از تحفه های باقی مونده از دولت احمدی نژاد هست، مهرابیان در دولت احمدی نژاد وزیر صنعت بود و در دولت روحانی، در دولت رئیسی وزیر نیروه، بعد از که معاون همین وزیر اومد اعلام کرد که ما رفته اونجا و همه شواهد حاکی از اینه که وضع آب خوبه، اما به ما اجازه بازدید کافی ندادن، وزیر اومد، دیدن ظاهرا بهترین راه برای اینکه بی غیرتی خودشون و بی ارزگی خودشون و ناتوانی خودشون حتی در برخورد با طالبان رو توجیه کنن، این بود که وزیر نیرو اومد گفتش که به دلیل خشکسالی خود افغان‌ها هم مشکل دارن و مثلا اینطوری حل و فصل کرد. چند روز قبل ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان اومده بود ایران. حالا بگذاریم، وقتی از جرف گفتش که
ما قبول کردیم تجربیات خودمون رو در امور اقتصادی در اختیار ایران بگذاریم و درست هم هست. سال گذشته در حالی که تورم ایران بر اساس رقم‌های رسمی حدود 50% بوده و واقعیت زندگی مردم تا تورم بالای 120% رو هم حکایت میکنه، افغانستان تورم منفی داشت. یعنی همه اعضای کابینه به همدیگه دکتر نمیگن، مثل دولت رئیسی که همشون به همدیگه دکتر میگن، ولی اینها تورم 120% با اونها تورم منفی. پس حق دارن اگر بگن که ما تجربیات خودمون رو در اختیار ایران میگذاریم. البته اونا شاید تصور کردن که مقامات جمهوری اسلامی دنبال حل مشکل هستن، نمیدونن که مقامات جمهوری اسلامی خودشون، حالا بعضی وقتا میگن فرانکس بخشی از مشکله، اما مقامات جمهوری اسلامی خود مشکل هستن. حالا این بحثی که مطرح شد که وقتی برگشت گفت ما حاضریم تجربیات رو در اختیار بذاریم، و یک موضوع دیروز اعلام شده که واقعا سرشکستگی جمهوری اسلامی رو روز به روز بیشتر نشون میده. آقای حسین دهباشی در یک خبر اعلام کرده که با اینکه در قانون اساسی افغانستان زبان رسمی فارسیه و این مقامات طالبان همشون فارسی بلدن، در سفری که به ایران اومدن گفتن که ما فارسی صحبت نمی‌کنیم، با زبان پشتو صحبت می‌کنه و بعد مترجم بره، و جمهوری اسلامی مجبور شده مترجم بره برای ملاقات با معاون نخست وزیر طالبان. بعد از اینکه عبدالغنی برادر از ایران رفت، یه فردی به نام علی محمد طهماسبی که مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیسته مصاحبه کرد و گفتش که ما اختلاف نظر داریم با طالبان، هم در مورد میزان آب هم در مورد رهاسازیش. خب ایران که ادعای 820 میلیارد لیتر داره و طالبان را قبول نداره. این چیزی که این آقای علی محمد طهماسبی گفته، هر 820 میلیارد لیتر هم 820 میلیون متر مکعب میشه دیگه، هم جهت اطلاع شما 820 میلیون متر مکعبه مبلغ مقداری که جمهوری اسلامی ادعا داره بر اساس قراردادی که زمان شاه بسته شده. حالا این علی محمد طهماسبی گفته بود که بر سر میزانش و نحوه آزادسازی اختلاف داریم، اما ملا برادر به صورت شفاهی قول داده که موضوع رو پیگیری کنه. در حالی که در خبرهای رسمی افغانستان اومده بود که بعد از اینکه افغانستان اعلام کرد کمبود آب داریم، مسئله حل و فصل شده، یعنی از نظر اونها پرونده بسته است. خب حالا این حرفا بود تا اینکه دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رئیسیه صحبت‌های جالبی کرده در این مورد و بد نیست بشنوید. یعنی ببینید که جمهوری اسلامی که در داخل کشور اینقدر به مردم خودش زور میگه و قرار همه دنیا رو آزاد کنه، قرار مردم فلسطین از دست اسرائیل نجات بده، موضعش در برابر طالبان چیه؟ ببینید خودتون. جوری که مستعزید هیئت اقتصادی طالبان که به ایران اومد، خوشبختانه ما این نشستی داشتیم و در حقیقت اونجا برای اولین بار شاید طالبانی ها پذیرفتن که برسا بایستی حقابه ایران رها بشه. یعنی اینا بس کم بوده آب رو مطرح کردن که بس کم بوده آب، گفتم به شرایطی که در حقیقت از لحاظ اقلیمی بارش به اندازه کافی باشه اتفاق بیفته. ما اونجا بحث مطرح کردیم با توجه به ضرورت کار و اینکه حدود 180 روز هست که مردم شریف ما در منطقه زابل واقعا از لحاظ گرد و غبار مشکل دارن. بحث مرطوب سازی مطرح کردیم، گفتیم یه آبی رها بشه، فعلا دریاچه مرطوب بشه که منشأ گرد و غبار نباشه، که گفتن اگه بررسی میکنیم اگه بر اساس وضعیت منابع آبی سدها اجازه بده این کار انجام میدیم. بحث دومی که مطرح شد تو بحث دقیقاً تثبیت کانونهای برداشت گرد و غبار در کشور افغانستان بود که خوشبختانه این کارم ایشون قول داد که حتما هیئت افغانستانی مخصوصا مسئولین محیط زیستشون در اولین فرصت به کشور جمهوری اسلامی ایران بیاد و ما در قالب یک نشست جامعه مسائل رو انشالله بررسی بکنیم و راهکار برای اینکه بتونیم منشأ گرد و غبار رو در کشور افغانستان، مخصوصا جایی که کشور جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار میده و ما نقشه‌هاش آماده کردیم. حالا برگردید همیشه از اول یادتون بیاد اون اخطار شهید اللحن رئیسی. خب بعدن اومدن گفتن که ما مطمئن شدیم آب نیست به همین جهت کوتاه اومد. در که میگم تصاویر فضایی و ماهواره‌ای که منتشر شد و یک دو از کارشناسایی که دائم با صدا و سیما مصاحبه میکنن اومدن علنا اعلام کردن که وضع آب در اونجا خوبه، مزارع زیادی زیر کش رفته، ولی به هر حال اگر
یک همچین وضعیتی نیاز به بررسی داشت، قاعدتا رئیس جمهور نباید اومد جلوی دوربین تلویزیون و اخطار شهید اللحن بده. حالا خب حالا مثل سایر کاراشون، وقتی یک آدم بی سواد قاتل آدمکش نادان و پر مدعا در رأس دولت قرار میگیره، همین نتایج هم داره. بعد از اینکه رئیس اون اخطار رو داد، حتما شنیدید که یکی از اعضای طالبان رفت کنار رود و یه دبه 20 لیتری رو پر کرد. ما تو ایران حالا به غلط میگیم گالانگاران، یه حجم مشخص کمتر از 4 لیتر. ولی خب به هر حال یه دبه 20 لیتری رو پر کرد، زرد رنگ هم بود، گفتش که اینم آب که آقای رئیسی خواسته بود، اینم سهم آبی که بهشون میرسه. اما با صحبت های جدید رئیس سازمان محیط زیست دیگه کاملا تمسخر کردن که آب خبری نیست، شاید رطوبت به شما برسونیم، اصلا نمناک کنیم زمین ها رو که ریزگرد ها کنترل بشن. یعنی بحث تأمین آب کلا منتفی، ولی طالبان لطف کنه همون زمین های در بخش خودش رو در داخل مرزهای خودش زمین ها رو مرطوب بکنه و که جلوی ریزگردها گرفته بشه، جلوی بعضی از تأثیرات منفی زیست محیطی گرفته بشه. یعنی پاسخ اون تهدید آقای رئیس اینه که آب خبری نیست، شما رو مرطوبتون میکنیم، یعنی برای به خاطر شما ممکنه بعضی از زمین ها رو مرطوب بکنیم، رطوبت شاید به شما برسه ولی از آب خبری نیست. این حکومتیه که نتیجه در رأس کار بودن افرادی که مورد حمایت مردم خودشون نیستن، برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند، هیچ ابهتی در دنیا ندارند، هیچ فاکتور اقتدار، هیچ کدوم از عوامل اقتدار رو ندارند، نه قدرت سیاسی هستن، نه قدرت اقتصادی هستن، نه پشتوانه مردمی دارن، هیچ کدوم. یک سری عوامل طبیعی هم که اقتدار میده به ایران مثل موقعیت سوق‌الجیشی، وجود منابع و معادن مختلف که هر کدوم میتونه درآمدزا باشه، به دلیل وجود این حکومت خائن و فاسد اونها هم بی‌خاصیت شده. یعنی هیچ کدوم از مؤلفه های اقتدار رو جمهوری اسلامی نداره و طبیعیه که باید اینطوری بهش زور بگن و بایستی تا این حد تحقیر بشه. بعد از 6 ماه، یعنی 3 روز دیگه میشه دقیقاً 6 ماه از روزی که رئیسی اخطار شهید الله داد و گفت حرف ما رو جدی بگیرند، دیدیم که چه شد و این سرنوشت مردمی است که به هر دلیلی، حالا یا به خاطر سرکوب یا به خاطر دیگه، یا به خاطر فریبکاری عده‌ای خائن تحت عنوان اصلاح طلب که اگر اوضاع سر صدا بشه، اگر در کشور آشوب بشه، امنیت ما به خطر میفته، تمامیت ارضی به خطر میفته، استقلال کشور به خطر میفته و از این طریق بارها و بارها جلوی اعتراضات مردم رو گرفتن تا زمانی که حکومت بر خودش مسلط شد و تونست روش های سرکوب رو آپدیت کنه، به روز رسانی کنه و راه های اعتراض مردم رو ببنده، که البته اینها همش موقت، خواهیم دید که خیلی زودتر از اون که حکومت تصور میکنه اعتراضات سراسری خواهیم داشت. ولی نتیجه تهدید آقای رئیسی یک پاسخ از طالبان گرفت، منتظر آب نباشید، شاید رطوبت به شما بدهیم. موفق باشید. تیراندازی هوایی در آبفای خوزستان. ویدیویی مرتبط با درگیری مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با کارکنان به خاطر فروش ساختمان مرکزی آبفا بابت بدهی شرکت در فضای مجازی پخش شده که در اون راننده مدیرعامل در جریان این تجمعات اعتراضی اقدام به تیراندازی هوایی کرده و مردم با شعار بیشرف بیشرف به اون حمله میکنن. مشاهده فعال اصولگرا در کانادا.
سید مجید حسینی، مشاور قالیباف در دوران شهرداری تهران، عضو گروه مشاوران جوان احمدی نژاد و فعال ستاد انتخاباتی رئیسی در ونکوور کانادا مشاهده شد. آقای حسینی، هر حال خیلی خوشحال شدیم. شما از جمهوری اسلامی هم خوب دفاع میکنیم. با آقای قالیباف اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه؟ کانادا خوش میگذره بهتون؟ من اونجا اومدم برای دیدن برادرم و خانوادم. دیدن برادر و خانوادتون. اون وقت ما یه زمانی که اونجا بودیم ما رو آواره کردید و دیگه خودتون اونجا ماشاءالله روحانی بودی نه؟ بله بله. چی شد روحانیتت؟ چی شد؟ همون جوری شد که شما دیگه همه ماشاءالله پول مولا رو برداشتین و تشریف آوردین دیگه. و از آقای قالیباف چه خبر؟ از دزدیاشون چه خبر؟ والا من با ایشون نیست. شما که یه زمانی من پیش شما بودم مشاور آقای قالیباف بودید، میشه شما نباشید؟ تو کفا بودین، بیت رهبری تشریف میبردید میومدید. من سالها که جدا شدم و دیگه دانشگاه کار میکنم. نه دانشگاه کار نکنی آقای سید مجید عزیز، من که شما رو میشناسم، باهاتون کار کردم که. آقای سید مجید حسینی عزیز، حالا دولت کانادا از چه کاتگوری به شما این ویزا رو داده؟ ببینم شما آقای سید مجید، شرم بر شما، شرم بر دولت کانادا، شرم بر تو رو. آلمان دفاتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ را به اتهام ارتباط با تروریسم بازرسی کرد. وزارت کشور آلمان از جستجوی برخی دفاتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این مرکز متهم به ارتباط با گروه تروریستی حزب الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان است. مجموعاً 54 ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن وورتمبرگ و نورد راین وستفالن بازرسی شدند. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، درباره بازرسی این ساختمان‌ها به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان گفت که فعالیت‌های اسلام‌گرایانه تحت نظر هستند، به خصوص در شرایط فعلی که بسیاری از یهودیان احساس خطر می‌کنند. فایزر تأکید کرد برلین تحرکات یهودی ستیزانه و ضد اسرائیلی را تحمل نمی‌کند. طی روزهای گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل داشتن رابطه با گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان شدند. پیش از آغاز جنگ اسرائیل و حماس نیز مراکز اسلامی فرانکفورت و هامبورگ به دلیل تهدید دموکراسی آلمان هدف انتقاد مقام‌ها و کنشگران سیاسی این کشور قرار گرفته بودند. اواخر مرداد امسال امید نوریپور، رهبر حزب سبز آلمان، مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت را متهم کرد که با تهدید منتقدان حکومت ایران نقش دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی را دارد و همراه با مرکز اسلامی هامبورگ باید فوراً تعطیل شوند. دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های متعددی هشدار داده است مرکز اسلامی هامبورگ که با نام‌های مسجد آبی و مسجد امام علی نیز شناخته می‌شود، ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد. معاون این مرکز در نوامبر 2022 به اتهام ارتباط با اعضای حزب الله لبنان که در آلمان گروهی تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد. در تیر ماه 1400 اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد مرکز اسلامی هامبورگ نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی ایران است، بلکه به یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا تبدیل شده است. اداره امنیت داخلی هامبورگ موسوم به نهاد حمایت از قانون اساسی در گزارشی چند صفحه‌ای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ برخلاف ادعایش غیر سیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل می‌گیرد. در گزارش این نهاد اطلاعاتی تأکید شد هدف از فعالیت‌های این مرکز صدور انقلاب اسلامی در جهان است و این مسجد با گروه حزب الله لبنان نیز در ارتباط است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال 2019 در گزارش اعلام کرده بود حدود 30 مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب الله لبنان وابستگی دارند. خب همراهان گرامی، به پایان این بسته تحلیلی خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که تا پایان با ما همراه بودین. لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین و ویدیوهای ما رو به دوستانتون معرفی کنین. تا برنامه بعدی، بدرود.